با سلام کیانوش رزاقی هستم وکیل رسمی دادگستری در ایالت میرلند و امور فدرال و مهاجرت در ایالات متحده آمریکا ما قبلا در یکی از ویدیوهای آموزش اطلاعات مبنای حقوقی به موضوع مسافرت های زیر شش ماه به خارج از آمریکا و تاثیر اون بر پرونده های مهاجرتی افرادی که دارای اقامت دائم آمریکا هستند پرداختیم که اون ویدیو و سایر ویدیوهای دفتر رو میتونید با مراجعه به کانال های تلگرام یا یوتیوب دفتر و همچنین صفحه فیسبوک دفتر ملاحظه بکنید در این ویدیو موضوع اقامت بیش از شش ماه در خارج از آمریکا و تأثیر طولانی شدن اقامت در خارج از کشور رو بر وضعیت مهاجرتی دارندگان گرین کارت توضیح میدم. اگر اقامت شما خارج از آمریکا بیش از 180 روز اما کمتر از یک سال طول بکشه شما در معرض دو ریسک مهم هستید اولین خطر این هست که ماموران اداره مرزبانی و گمرکات آمریکا میتونن در زمان بازگشت شما به با آمریکا ادعا کنن که شما اقامت دائمتون رو در آمریکا ترک کردید و در واقع شما رو به دادگاه معرفی کنند تا با طی ای که اصطلاحا ریمووال پروسیدینگ گفته میشه گرین کارت شما ابطال بشه البته معمولا روال معمورین این هست که در بار اول به فرد تذکر میدن و اگر اقامت بیش از شش ماه باز هم در آینده تکرار بشه فرد رو به دادگاه معرفی میکنن البته توجه داشته باشید که معمولاً معمورین به همه افرادی که بالای شش ماه خارج از آمریکا بودن تذکر نمیدن و ممکنه افرادی هم علا رغم اقامت بیش از 180 روز در خارج از کشور بدون گرفتن تذکر بتونن وارد کشور بشن یا افرادی باشن که علا رغم این که دفعه اولشون هست که بیش از 180 روز خارج از آمریکا میمونن در همون بار اول هم با تذکر معموران در فرودگاه مواجه بشن بران این ریسک وجود داره و افرادی که قصد اقامت خارج از آمریکا رو دارن باید سعی بکنن که اقامتشون خارج از آمریکا بیش از 180 روز به هیچ وجه طول نکشه خطر دوم زمانی خودش رو نشون میده که فرد پس از 3 یا 5 سال اقامت دائم در آمریکا بسته به نوع پرونده مهاجرتیش برای دریافت شهروندی آمریکا درخواست میده اگر اقامت شما خارج از آمریکا بیش از 6 ماه و کمتر از یک سال باشه در این صورت اداره مهاجرت فرض میکنه که شما اقامت دامتون در آمریکا رو رها کردید و میتونه مدت زمان اقامت شما در آمریکا قبل از بازگشت از سفری که بیش از 6 ماه طول کشیده رو جز اون 36 ماه یا 60 ماه لازم برای درخواست شهروندی به حساب نیاره البته این فرض در اصطلاح حقوقی اماره خلاف پذیره یعنی اگر اقامت خارج از کشور شما به یک سال نرسیده باشه شما میتونید با ارائه اسناد و مدارکی که خلاف این فرض رو ثابت میکنه نشون بدید که قصد ترک اقامت دائم آمریکا رو نداشتید برای نمونه داشتن قرارداد اجاره منزل در زمانی که در آمریکا نبودید پرداخت منظم قبض ها و اقساطتون مثل مثلا کردیت کارت هاتون و پر کردن منظم تکس ریترن و همچنین اقامت اعضای دیگه خانوادتون در آمریکا در زمانی که شما در کشور نبودید اینا همه میتونه از جمله مدارکی باشه که ممکنه افسر مصاحبه کننده رو قانع بکنه که شما قصد ترک اقامت دائمتون در آمریکا رو نداشتید همچنین اگر مدارکی دارید که نشون میده که در اثر امور ضروری و به خصوص شرایطی که تهدید کننده سلامتیتون بوده مثل بیماری هایی که مانع صدور اجازه پرواز میشه در اثر این عوامل بوده که از بازگشت به با موقع به کشور باز موندید این مدارک رو هم باید با خودتون به جلسه مصاحبه بده اگر اقامت فرد دارای گرین کارت در خارج از آمریکا بیش از یک سال طول بکشه در این صورت علاوه بر اینکه ریسک دریافت تذکر و نهایتا ارجاع به دادگاه در هنگام بازگشت به کشور بسیار افزایش پیدا میکنه در مرحله درخواست شهروندی هم مدت اقامت فرد در آمریکا پیش از بازگشت از اون سفری که بیش از یک سال طول کشیده در زمان 36 ماه یا 60 ماه لازم برای درخواست شهروندی محاسبه نخواهد شد یعنی اداره مهاجرت فرض میکنه که شما اقامت دائمتون رو رها کرده بودید و این فرض هم به اصطلاح حقوقی اماره خلاف ناپذیره یعنی امکان اثبات خلافش وجود نداره و شما نمیتونید تلاش کنید که با ارائه مدارکی اثبات بکنید که قصد ترک اقامت دائمتون را نداشتید اگر فردی در اثر اقامت بالای شش ماه در خارج از آمریکا سوابق حضورش در کشور رو برای لحاظ در اون زمان سی و شیش یا شست ماهی حضور در آمریکا برای درخواست شهروندی از دست بده ممکنه بتونه از قانونی که اصطلاحا به قانون یک سال منهای یک روز معروف هست استفاده بکنه و مدتی از زمانی رو که از دست داده حد اکثر تا 364 روز دوباره به دست بیاره نکته آخر در رابطه با تاثیر دریافت ری انتری پرمیت بر وضعیت پرونده مهاجرتی شما در صورت اقامت طولانی در خارج از کشور هست. رینتلی پرمیت که در اصطلاح عوام و البته به غلط بهش پاس سفید هم گفته میشه در واقع مدرکی هست که به فرد اجازه میده تا دو سال از تاریخ ترک آمریکا بدون دریافت ویزا به کشور برگرده داشتن این مدرک هیچ تأثیری بر حفظ و جلوگیری از از بین رفتن سوابق اقامت افراد برای درخواست شهروندی نداره بلکه تنها علت درخواست و صدور این مدرک این هست که اقامت بیش از یک سال خارج از آمریکا باعث میشه که ماموران بتونن از ورود فرد دارای گیرین کارت به کشور جلوگیری بکنن و از فرد بخوان که علا رغم داشتن گیرین کارت برای ورود به آمریکا درخواستی ویزا بکنه که داشتن ری پرمیت صرفا این مشکل رو برطرف میکنه و به فرد اجازه میده که بدون دریافت ویزای جدید به آمریکا برگرده